شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک با ما همراه شدن. خانم برادوس، جمهوری اسلامی با کمک نظامی و ارسال پهپاد به ارتش سودان چطور میتونه نفوذ خودش رو در دریای سرخ افزایش بده؟ در اصل موضوع سودان موضوعی بوده که به خاطر جنگ غزه فراموش شده، یکی از جنگ‌هایی که خیلی مهمه. مثلا اینکه خب می‌دونیم سودان یکی از کشورهایی بوده که گروه‌های اسلامی تندرو در این منطقه بودن، چه از القاعده بگیریم، حماس، حتی حزب الله حضور داشته، و برای همین چنین کشوری وقتی دچار جنگ میشه و دو تا ارتش شبه نظامی و ارتش رسمی سودان به رهبری برهان کلان شرق این کشور رو در دست و بندر سودان رو که منطقه‌ای که استراتژیک مهمه برای دریای سرخ در بندر سودان هست، اون منطقه رو گرفته، اینجا نشون میده که این کشور از دو لحاظ میتونه برای جمهوری اسلامی مفید باشه و برای کشور منطقه و جهان خطرناک باشه. اول اینکه این دو گروه، یعنی گروه ارتش سودان که برهان هست که الان سعی میکنن رابطهشو با ایران دوباره از نو شروع کنن، رابطه ای که از 1989 شروع شد تا 2016 و قطع شد و بعد از این پارسال داشتیم که شروع کردن و سفرهایی که وزیر خارجه سودان داشته و تلاشی که جمهوری اسلامی سعی کرده سفارتش رو باز کنه و روابط دیپلماتیک رو شروع کنه، و وقتی که این روابط برهان با جمهوری اسلامی و سعی کردن در نزدیک شدن به جمهوری اسلامی بیشتر میشه، اینجا باعث میشه که فشار به کشور آمریکا و کشورهای غربی بیشتر بیاد، کشورهایی که هر دو تا نیروی نظامی سودان رو به عنوان نیروهایی که جنایت جنگی انجام دادن، جنوساید کردن، اثنیک جنوساید در این کشور رو انجام دادن، تحریم کردن عدد تا نیرو رو. اینجا فشار، یک کارتی رو میتونه ارتش سودان استفاده کنه برای فشار آوردن به آمریکا و کشورهای غربی و امتیازاتی رو بگیره و حتی برای کشورهای منطقه‌ای مثل عربستان که می‌دونیم خب سودان سعی کرده به عربستان نزدیک بشه، سودانی که حتی برای مبارزه با حوثی‌ها برای حمایت از عربستان نیروهایی رو فرستاد به یمن که علیه حوثی‌ها بجنگن، و این از یک طرف مهمه و می‌دونیم که الان شواهدی هم وجود داره. خب سه تا از پهپادهایی که جمهوری اسلامی فرستاده به این نیروهای ارتش سودان از طریق ارتش شبه نظامی مورد هدف قرار گرفتن، این سه تا پهپاد گرچه خب اندازه‌ای که پهپاد فرستادن نیروی اون تسلیحات فرستادن کم بوده تا الان شواهدی که وجود داره، ولی نشان از فرستادن این پهپادها و این حمایتی که از این ارتش میشه اینجا نشون میده که جمهوری اسلامی سعی داره که اونجا هم مثل باقی مناطق خاورمیانه، مثل یمن، مثل عراق و این مناطق شبه نظامیان یا نظامیان مورد حمایت خودش رو داشته باشه. و از طرف دیگه خب وقتی میگیم گروه های اسلامی تندرو در اینجا هستن و در جریان کشور وقتی دچار جنگ هست، احتمال این که گروه‌های جدیدی، شبه نظامی‌های جدیدی به وجود بیان، مخصوصاً یا تاجرهایی که دیدیم حتی در صحرای سینا تاجرهای مصری هم اسلحه رو به داخل غزه می‌بردن، همون سناریو رو میشه در سودان هم دید که کسایی که سودای به دست آوردن پول و مقام دارن و میتونن مستقلانه از جمهوری اسلامی و حمایتش استفاده کنن که بتونن تجارت این تسلیحات نظامی داشته باشن، چه قدرتی رو در سودان جنگ زده به دست بیارن. برای همین هم هست به نظر من کیس سودان کیس مهمیه و از طریق حمایت سودان جمهوری اسلامی میتونه قسمت دیگر از دریای سرخ رو در کنترل داشته باشه و اینجا مشکل بزرگتر میشه. وقتی که ما در مورد حوثی‌ها الان به هیچ نتیجه نرسیدیم با تمام این برنامه‌هایی که ریخت آمریکا با کولیشن یا ائتلافش که هست، الان سودان اگه اضافه بشه به این مشکلات، به نظر مشکل خیلی بیشتر از این خواهد شد. خب خانم برادوس، میدونیم که مذاکرات برای توافق آتش بس در غزه هم همچنان ادامه داره. آیا توافق احتمالی بین اسرائیل و حماس میتونه روی حملات حوثی‌ها به کشورهای بین المللی در دریای سرخ تاثیر بذاره به این معنا که منجر به کاهش یا توقف این حملات بشه؟ اگه کوتاه در یک دقیقه پاسخ بدید ممنون میشم. حتما ممکنه کم بشه ولی متوقف نخواهد شد، چون که الان حوثی ها بهترین کارت رو یاد گرفتن که چگونه استفاده کنه و مطمئنن از این کارت برای فشار بر طرفای غربی و آمریکایی و کشور منطقه استفاده خواهند کرد برای به دست آوردن منافع خودشون. همین الان هم که دارن از این کارت استفاده میکنن برای منافع خودشون بوده، نه بیشتر برای اینکه بخوان خب اسمن و برای پروپاگاندای خودشون به عنوان حمایت از مردم فلسطین. و میدونیم که خب این باعث شده، این کارت باعث شده که محبوبیت حوثی ها در یمن بیشتر بشه. وقتی همون توضیح سودان رو کم میدیم، خب الان ارتش سودان هم فهمیده ممکنه در آینده اون هم از این کارت استفاده کنن و
برای همین هم هست این مسیریه که به نظر من شبه نظامی‌ها یاد گرفتن که از این کارت استفاده کنه و اینجا خطرناکه. به خاطر همین هم از پایان جنگ غزه هم پایان استفاده سوسی‌ها از این کارت بابل‌منده و دریای سرخ نخواهد بود. بسیار متشکرم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک که با ما همراه بودید.